سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرتو نور و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه میفرمید برنامه امروز رو تحت عنوان حریم هجاب خدمتون عرضه میکنیم خاطرتون باشه دو برنامه در ارتباط با هجاب قبلا خدمتون عرضه شده که بیشتر جنبه های قرآنی داشته یه مقدار در این برنامه اشاره میکنیم به مسائل تاریخی هجاب و ببینیم اصلا چطور هست که هجاب جا افتاده و شاید انگیزه ما در طرح این بحث بحث امروز تماسی بود که یکی از بینندگان گرفته بودن و نوشتن برای ما که چرا اسلام هجاب را که نشانه اسارت زن و تسلط و مرد سالاریست وضع کرده است و اینک در جمهوری اسلامی تبدیل به مهمترین نماد دینداری شده است خب این نه یکی از نظر نظرات متفاوتی هست در مورد حجاب که طیف گستردهی داره در امروز باز از آقای بازرگان دعوت کردیم که کمک کنند که جنبه های تاریخی این مسئله و کلان بشر چطور با مسئله هجاب آشنا شده بتونیم یه مقدار در موردش صحبت کنیم خیلی متشکر آقای بازگان به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین و با سلام خدمت بینندگان گرامی ارز کنم که معمولا چنین تصوری در بین هموطنان ما به خصوص بعد از جمهوری اسلامی حاکمیت داره که گویا حجاب یه امری که حالا این حاکمیت به مردم داره تحمیل میکنه یا یک موضوع است که مربوط به اسلام یا یه امر دینیه به هر گرچه ادیان در این مورد توجه و عنایتی داشتن ولی امر حجاب یا حریم مثلا میتونیم بگیم بین زن و مرد یه امر تاریخیه یه امر بشریه هیچ ربطی نه به اسلام داره نه اصولا به دین به صورت کلی داره و نه امریس مربوطه به عربستان که خیلی هم تصور میکنن مثلا به آمدن اسلام از عربستان به ایران چنین رسمی معمول شده. تحقیقات تاریخی که خیلیا کردن به خصوص یه خانم به نام گردار لرنر که یه کتابی درباره پیدایش مرد سالاری نوشته تحقیقات بسیار باستانی کاملا نشون دادن که تمدن‌های بسیار بسیار قدیمی یعنی هزاره‌های قبل از میلاد مسیح مسئله حجاب از اون موقع بوده یعنی در تمدن های فرض بفرمایید کلده و آشور میدونید این خاور میانه بین اون نهرین بین دجله و فرات تمدن بزرگ بشری در همین منطقه به وجود آمده دیگه یعنی خاور میانه به خصوص این مزاپوتامیا این مهد تمدن بوده فنیقی ها کلدانیان آشوریان در اون تمدن ها هم که رسیدی کردن به خصوص توی اون اصطلاح اولین سند حقوق بشری که مربوط به همورابی هست در اون متن حقوقی اولیهی که مبنای تاریخ حقوق بشره در اونجا هم اشاره به این مسئله شده یعنی اولا به اسلام مربوط نیست در مذهب مسیحیت هم هستش حالا رایت میکنن یا نمیکنن کاری نداریم یهودیان به این امر پایبند بودن تازه شاید بشه گفت که اولین مجتمع دینی در تاریخ بشر که بر اساس یه قانون دینی یه شریعت بنا شده رو تورات بوده دیگه قبل از اون تاریخ جایی رو سراغ نداره ولی برای مسئله حجاب به مراتب قدیمی تر از اونه یعنی یه امر بشری است که یه حریمی بین این دوتا موجود وجود داشته حالا بده یا خوبه کسی خوشش میاد قبول داره یا نداره در حال کسانی که بررسی های عمیق تاریخی کردن به این نتیجه رسیدن در ایران خودمون هم همینطور خیلی قبل از اسلام وجود داشته اصلا چادر ایرانیه کشور عربی به چادر اعتقادی ندارن یعنی خود چادر هم ایرانیه شما در دوران زرتشت ببینین در تصاویر در اکسا در نقاشی ها چادر اصلا ایرانیه قبل از اینکه اسلام بیاد یا در عربستان حالا 1400 سال پیش اسلام در اونجا پیدا شده ولی این یه رسم بین قبائل بوده یعنی امر دینی نبوده یه امر پذیرفته شده ای که یه حریمی بین این دو موجود به دلایل حالا ایمنی هستش یا به دلیل بگی مرد سالی هر هرچی هست به هر حال یه همچین مسئله به قدمت تاریخ بشری است حالا بده یا خوبه کاری نداریم ولی امر دینی نیست تنها عدیان هم البته از جهاتی پذیرفتن و یه به صلاح هایی کم کردن یا اضافه کردن به این قضیه خیلی مچکه پس اگر که آقای بازرگان این حالا برگشتیم به مسیح و و ادیان به اصطلاح جدید هزاره گذشته اگر اینها هجاب از اینها نبوده پس و قبل از اینها هجابی وجود داشته آیا فکر خب بر حال دین در گذشته وجود داشته بله. قبل از اینها پیامبرانی بودن آیا ممکن هست که اونها نفوذی کرده در جوامع که به اصطلاح هجاب جا افتاده حالا به هر صورتی اون زمان بوده بله من از کردم اگه بخوام بگیم دین چنین چیزی رو مثلا ابدا کرده تحمیل کرده به جوامع بشریت کجا در طول تاریخ یه دینی سلطه قانونی پیدا کرده و نظامات یه جامعه بر اساس دین تعریف شده لاقل تا حدی که تاریخ نشون میده اولینش در بسطلا جامعه یهود بعد از دوران حضرت موسی است که تورات به عنوان شریعت مطرح شده ولی هجاب که تورات نیورده قبلا هم بوده یعنی عرض من این که بنده که مورخ نیستم ولی کتاب تاریخی عمیق که رفتن ریشه یابی کردن میگن با تاریخ بشر این قضیه ارتباط داره پس باید ریشه یابیش رفت بیرون از دین که چه ضرورتی داشته یعنی انسانهای ادوار گذشته در هزارهای قبل از میلاد مسیح چه ضرورتی میدیدن که زن هجاب داشته باشه خود این خیلی نکته مهمیه که حالا ریشه یابی که به خصوص این مبرخین کردن ببینید ما وقتی به گذشته میریم میبینیم همینطوری که برای شهرها ای میذاشتن که حفاظتی داشته باشه برای خونه هاشون حفاظتی میذاشتن یعنی امنیت اینطور نبوده که همه جا قانون حاکم باشه پلیسی باشه نمیدونم نظاماتی حاکم باشه که مطابق حال قانون عمل بکنن چیزی که در مورد زن مطرح بوده درست مثل مسئله حلقه امروز وقتی که یک دختر و پسری ازدواج میکنن این حلقه که به دست میکنن هر کسی این حلقه رو دست اینا ببینه معناش اینه که اینا دیگه تعهدی پیدا کردن اگه کسانی نظر دارن به این دختر خانم که میخوان برای پسرشون بگیرن یا برای کسی دیگه به محضی که دیدین مجالس نگاه میکنن پسری حلقه دستشه دیگه از اون قطع امید میکنن که این دیگه رفته دیگه زندگی خودش رو پیدا کرده یا دختری میگن دیگه خب تمام شد دیگه یعنی یه علامت این که دیگه این متعهده این شوهر داره یا این زن گرفته برحال مسئله ساپورت و حمایت هم مطرح بوده دیگه یعنی وقتی که یک زنی شوهر میکرده قبلش هجاب مطرح نبوده جالبه که ما امروز میگیم که بیش از همه دختران جوان چون بیشتر سلاتر تر و تازگی دارن و در معرض توجه و تحریکن پس اونا نیاز بیشتر دارن ولی از یه زاویه غیر دینی در طول تاریخ دخترای جوان هیچ و حجاب نداشتن یعنی به محضی که یک دختری ازدواج میکرده هجاب از اون به بعد آغاز میشده دو تا معنا داشته یکی اینکه این زن دیگه حق نداره که خودنمایی بکنه این دیگه متعهده به این مرد شده یه تعهداتی رو اون مرد پذیرفته که حمایت کننده این باشه بنابراین اون علامت اینه که این دیگه این خانوم متعلق به فلان مرده کسی دیگه حق نداره به اون نزدیک بشه و بعد این یک مدافع داره اگر کسی بخواد به حقوقش تجاوز بکنه اگر ملکی داره اگر دارایی داره این یک مردی یک قانونی الان پشتش هست در ادوار گذشته در زندگی های قبیلگی که قانونی به اون معنا که نبوده نیروی دولتی که وجود نداشته خود خانواده ها حفاظ و حریم هم دیگه بودن بنابراین یه ضرورت تاریخی بوده که این دیگه با این محدودیت دیگه تمام شد دیگه اگر در دوران جوانی دنبال این بوده که یه زوجی برای خودش انتخاب بکنه حالا که انتخاب شد واحد خانواده شکل گرفته ضرورت واحد خانواده ایجاب میکنه که این مرد تمام عشق و علاقش رو متمرکز روی این همسری که انتخاب بکنه و اون زنم دیگه این شوهر رو گرفته دیگه دلیل نداره که خود نمایی بکنه یا بخواد دیگران رو جلب بکنه یعنی یه ضرورت خانواده ایجاب میکرده که این هجاب رو حالا من کاری به شکل اجاب ندارم که چی بوده ولی به عنوان یه حریم این رو در نظر می گرفتن همطور که از کردن مثل چهار دیواری اختیاری چهار دیواری خونه خب بالاخره میگه این خونه منه این ملک و مزرعه منه این گوسفندا که داره مثلا تو صحرا میچرونه این حدود مال منه اتفاقا جالبه که تو قرآن هم یه جایی که به پیامبر میگه که توصیه بکن که هجاب داشته باشن اول جالبه که میگه به همسرانت بگو یا به دخترانت بگو یا ای نبی قل از که و بناته که و نساء المؤمنین یعنی از طریق ارائه مدل یعنی پیامبر به خانواده خودش بگه به همسران و به دختران که اینطوری بهتر لباس بپوشین برای اینکه همه به اونا نگاه میکنن یعنی حالا یه جامعه ممکنه به آرتिस्ट های سینما نگاه بکنن به هنرمندان ولی یه جامعه ای که بر اساس یه اعتقاد دینی تشکیل شده قاعدتاً مهمترین چهره چهره اون پیامبر دیگه حالا حضرت موسی ایساس، پیغمبر وقتی به اون نگاه میکنن خانواده ای او میشه مدل الگو یعنی به جای که امر و نهی بشه الگو گیریه. بعد میگه که به این دختران همسران و همچنین مثلا به زنان مؤمن بگو که نه به زنان جامعه هرکی هست نساء المؤمنین اگه ایمان داره با میخواد وارد این به صلاح. گروه بشه میگه اون چیزی که رو دوششون میندازن سرشون میندازن بپوشونن یدنین علیه نه من جلابی اون جلبابی که میندازن عربستان به محیط گرم و پرخاک و منطقه برحال سوزانی بوده دیگه میگه اینو نزدیک کنن برای چی؟ نمیگه برای که دیگران تحریک نشن یعرف نه تا شناخته بشن که این خانوم متعهده شوهر داره یعرفن فلا یعزین مورد اذیت قرار نگیرن یعنی در واقع حمایت از زن در برابر آزار و اذیت های عرازل و اوباش که وقتی ببینن این زن مثلا تعهدی نداره علامتش حالا اون موقع حلقه که نبوده آه. این مسئله وقتی که این پوشش داره پوشش حالا به تناسب زمان خودش معلوم میشه که این یه مردی پشتشه آه. اگر بخوان کوچکترین جسارتی بکنن طرفا با یک خانواده یا یک قبیله ای بنابراین میگه شناخته بشید به عنوانی که شما متعهدین حامی پشت سرتون هست و مورد اذیت قرار نگیرید یعنی اون چیزی هم که در قرآن آمده یه نوع حفاظت اجتماعی برای در واقع ساپورت خود زنها تو اون محیطایی که امنیت نبوده جالبه تو همون موقع هم کتابای فقهی ما رو ببینین زنان کنیزی که تو اون جامعه گذشته 1400 سال پیش بودن اونا موظف نبودن هجاب داشته باشن یعنی اگه صرفا مثل چون امروز استدلال اینه که مسئله تحریک کننده‌ای بوده مردا تحریک میشن مردا فلان پس اگه اینطور بوده خب کنیزا چرا چنین اجباری رو نداشتن یعنی بیگانگان یا مسیحی یا دیگران چنین ضرورتی براشون نبوده که تو اون جامعه حتما رایت هجاب رو بکنن برای ریشه تاریخیش برمیگرده به ضرورت و امنیت و حفظ زن در برابر خطراتی که تو جوامع ناامن گذشته بوده خیلی متشکر آقای بازگان حالا جنبه دینی به کنار ولی این پوشش حالا چه نشانه این باشه که این ازدواج کرده این خانم یا نه <تصفح> یه نشانه ای از مرد سالاری بودن اون جامعه رو نشون میده فکر کنید در طول تاریخ واقعا اینجوری بوده که اصطلاح مرد سالاری حکم کرده که یک همچین هجابی گذاشته بشه و آیا خانوما همه اصطلاح در طول زمان موافق بودن این کار انجام بشه؟ اتفاقاً اون کتابی که از کردم گردار لرنر که نوشته راجع به تاریخ پدر سالاری مسئله هجاب رو وصل میکنه به مرد سالاری که مردها برای تحکم و اقتدار خودشون زن رو در طول تاریخ مجبور کردن که یه پوشش و هجابی داشته باشه یعنی از زاویه مرد سالاری نگاه میکنه که به نظر من خیلی منطقه درستی نیست در واقع این یه مقداری تحت تاثیر دیدگاه های فمینیستی امروزی است که همه اینا رو یک نوع زورگویی و تحکم جنس مرد تصور بکنیم ببینید ضرورت تاریخ ایجاب میکنه ما الان در دورانی هستیم که خب در خیلی از کشورها قانون حاکمه کسی جرعت نداره حتی نگاه بکنه تو بعضی از جوامع تو امریکا جای دیگه حتی اگر کسی نگاه بکنه به یه زن اگر اون شکایت بکنه که این به من داره نگاه میکنه ظلم میزنه خب میگیرن دستگیرش میکنه زندان میندازن حتی نگاه خب وقتی که در تاریخ و عقب میریم چنین چیزایی وجود نداشته یعنی وقتی که پلیسی نیست دولتی وجود نداره قدرت قانون نیست زن هم یک حفاظتی میخواد دیگه بنابراین ضرورت تاریخی ایجاب میکرده که مرد یک گونهی ساپورت خودش رو حمایت خودش رو اعمال بکنه و همطور که ارز کردم اگر امروز حلقه ازدواج هست در اون موقع تو اون جامعه این چنین تصور شده بوده حالا ما بگیم این زور بوده زور مردها در طول تاریخ بوده مرد سالاری بوده ببینید وقتی یه چیزی همه جای دنیا تو همه نقاط دنیا داره انجام میشه هر جا رو سراغش بریم بالاخره این امر بوده صحبت 50 سال صد سالم که نبوده یه امری یک روالی یه شیوهی وقتی همیشگی تاریخه باید ریشه یابی کنیم چرا اینطوری شده نمیتونه که همه جا یه جور ظلم کرده باشن خب خیلی جای دیگه دنیا هم هستش که کاملا ایزوله بودن اونجا بریم آیا اونجا غیر از این بوده نشون میده زندگی های اولیه زندگی های زندگیهای زندگی های در مجتمع های جدای از هم ایجاب میکرده که یه حریمی کسی که ازدواج میکنه داشته باشه یعنی اونا به صورت منطقی به این رسیدن نه به عنوان ضرورت دین تو سال قبلی عرض من این بود که بسیار قبل از اینکه اصلا قانون شریعت بیاد حاکم بشه جوامع غیر دینی خودشون رو ملزم به این میدیدن که برای حفظ خانواده لازمه که جامعه بدونه که این زن ازدواج کرده بهش طمع نکنه هوس نکنه این مردی پشتش هست ساپورت و حمایت کننده ای داره و اون زن هم احساس بکنه که دیگه دلیل نیستش که دیگه حالا ازدواج کرده امروز با این فردا با اون قوانین راجع به زنا و این چیزایی که پیدا شده قبل از ادیان اینا باز برای حفاظت واحد خانواده است یعنی طبیعت خانواده ایجاب میکرده که یه حریمی وجود داشته باشه بیوند و باری در این جهت نباشه خیلی مچکر اشاره شما کردید آقای بازگام به کنیزان عطر <applause> منظورتون اوائل اسلام بود اون که او بوده که بل. بله. اینها خب آیا اینها نداشتن هجاب اینها به خاطر عدم ازدواجشون بوده یا مسئله طبقاتی بوده این ممکنه جوامع هم اونطوری بوده که ممکنه اگه کسی هم نداشته یعنی اونهایی که ثروتمند بودن ممکنه اجاب داشتن اونهایی که به فقیر و کارمندشون بودن نجاب نداشتن که یه ده... کاملا به وضوح برسه بله جالبه که حالا پس یکی میشه عامل در واقع ضرورت خانواده حفظ باهد خانواده و علامت حریم داشتن بله. که همطور که خونه رو چاردیواری میکشن که این خونه منه این ملک و مزرعه منه در مورد خانواده هم تعریف برای جامعه که این همسر مردی است دیگه مزاحمش نمیتونی بشی یه نوع پوشش به تناسب نقاط جغرافیایی خاص بوده یه دلیل دیگه ای که در واقع وجود داشته مسئله طبقات جامعه بوده برخلاف امروز که مثلا بیهجابی مقداری لختی بودن علامت مثلا پیشرفت ترقی مثلا اینا قضاوت ناخداگاه خیلی یا اینه که اینا امولن اینا خیلی پوشیدن در طول تاریخ گذشته قبل از من دوران رونسانس و اینا رو عرض میکنم کاملا معکوس بوده یعنی هرچه ثروتمندتر هجاب بیشتر شما عکسایی که از اروپای قرون بستاس ببینین زنا لباساشون همینجور رو زمین میکشیده چند تا دامن رو هم دیگه میپوشیدن لباس ها و کلاه آسینای بزرگ چیندار مختلف یعنی شاید ده متر بیس متر پارچه برای اون لباس ها میبرد چون مثل حالا که نبوده که کارخونه های نساجی تولید انبوه داشته باشن قیمت ها بیاد پایین دست باف بوده یعنی پارچه فوق العاده گرون بوده یه امر تزینی بوده برای جوامه بنابراین خانواده های اشراف ثروتمندا در اروپا برده ها وقت لباس نداشتن چه زن در حد اقل مردم که همه تو اکس دیدیم که برده هیچ وقت لباس نداره یعنی دلیل تشخیص پوشش هرچی بیشتر حالا سر گرفته پا گرفته دست گرفته شما اصلا نمی بینید نمونه ای در اون تصاویر نقاشی ها و اکس گذشته که تشریفات و مثلا حالا منهای اکس های نیمه اوریانی که تو خاص هستش در ایران خودمون هم همینطور چادر اصلا مربوط به ایرانه شما چیزایی که گزارش که مربوط به دربارها اینا هست زنای درباری پوشیده ترین ها بودن نه به دلیل دینی بنابراین اگر در گذشته نگاه بکنیم میبینیم که یکی از دلائل در واقع گران بودن و کمبود این به امور تزئینی است که حتی تو جنگ ها هم مثلا قناعمی که تو جنگای عربستان مثلا یا جای دیگه سپاهی که شکست میخورده اول کاری که میکردن مهاجمین میرفتن کفش و لباس اونا رو مثلا حالا که نبوده کارخونهای تولید کفش وجود داشته باشه یا لباس اتفاقا در گزارش هایی که در مثلا نهزت کربلا هستش میگن که مثلا امام حسین قبل از اینکه برند به جبهه لباساشون رو پاره کردن که مبادا به مثلا نیت تصاحب اون لباس یک کسی مثلا این کار بکنه یعنی همین ذوق این بوده که طرف رو بکشیم این لباسش رو صاحب بشیم تو چیزی به اون معنا وجود نداشته فقر بیداد میکرده بنابراین این هم درسته که یکی از به صلاح پایه های هجاب در طول تاریخ برخلاف امروز علامت تشخص بوده اشراف بیشتر هجاب داشتن و مردم فقیر دختر بودن یعنی این باز یه دلیل دیگه است که تنها عامل تحریک نیست چون آه. امروز همه استدلالا برای ضرورت هجاب اینه که مردا تحریک میشن جوان ها تحریک میشن ولی در طول تاریخ یا ضرورت امنیت و حریم خانواده بوده یا برعکس دلیل تشخص بوده درست. حالا این اشاره که شما کردید به اینکه حلقه برای ازدواج بودن که مشخص بشه و یا اینکه پوشش میذاشتن که مشخص بشه که این خانم ازدواج کرده قاعدتا این زمانهایی بوده که به اصطلاح جوامع بشری در یک حالت ناامنی وجود داشته که به اصطلاح مردها احساس میکردن خب بایستی خانمشون مشخص باشه با یه چیزی که کسی دیگری طرفشون نیاد ولی خب الان اگه در جوامع فعلی نگاه میکنیم و ناامنی های از اون نظر وجود نداره یا حداقل خیلی کمه اگر باشه درسته بله. اگر باشه خب آیا فرمش میتونه عوض شه یعنی آیا مثلا همون حلقه کافی میتونه باشه که مشخص کننده هجاب باشه ببینیم مشکلی خیلی بدفهمی مسئله حجابه در جامعه ما اول کلمه هجاب در قرآن به معنای پرده است اصلا اون که ما امروز میگیم هجاب در قرآن به این معنا نیمده میگه وقتی که مثلا میخواید سخنی بگین یا برین قسمت درونی خانه از پشت هجاب خواستتون رو مطرح اون موقع درک نبوده خونه های اون موقع یعنی بی هوا وارد مثلا قسمت خصوصی خونه نشید اتاق خواب این بر اون بر اگه به خانه کسی رفتین پس الوهن من ورای حجاب حجاب به معنای پرده است یعنی یه حریمی بین قسمت خصوصی خونه و بین اون قسمت به اصطلاح عمومیش که مهمان میاد و میره وجود داره پس معنای حجاب یعنی یک حریم در واقع قرآن میخواد بگه یه حریمی وجود داره بی بند نیست وقتی که به خصوص یک ازدواجی پدید میاد مسئله حجاب خیلی بد فهمیده شده حجاب تو ایران تبلیغی که میشه میگن حجاب چادر حتی میگن مثلا هجاب کامل چادر است حتما مثلا زیر شال مقنعی یا چیز دیگه باشه یا مانتو مثلا قابل قبول نیست در حالی که چادر اولا یه سنت و رسم ایرانیه عربا به اون معنا نداشتن اونا اسامی دیگه داره خمار هست نمیدونم یا کلمات دیگه از اشکالش هم نظر تاریخی فرق داشته با چادر ما و هجاب رو هم همین میدونن که کسی یه پوششی روی سر بذاره یعنی اصل و اساس و پوشوندن روی سر میدونن در حالی که چه بسا اندام خیلی تحریک کننده تر باشه یعنی یه کسی ممکنه لباس خیلی تنگ و چسبانی بپوشه ولی رو سرش هم پوشونده باشه ولی بگونه ای آرایش و خودنمایی بکنه یا بگونه ای ادا و اطفار و حرکات و تنازی های لوندی هایی نشون بده که چادر هم سرشه ولی بیشتر داره تحریک میکنه دیگری رو یعنی منظور از حجاب یعنی یه حریمی یک به صلاح حجبی یه حیایی و یک به صلاح نوع رفتاری منشی که نشون بده که این ازدواج کرده یا نخواد در واقع چراغ سبزی رو نشون بده اصل و اساس اون هستش درست آقای بازرگان حالا شاید اشاره بعدی نباشه اینجا در میانه صحبت به قرآن هم بکنیم ببینیم که قرآن این آیا پوشش سر رو خیلی واضح به وضوح مشخص کرده و یا کلا هجاب رو کلا چجوری پریزنت میکنه چجوری مطرحش میکنه چه چیزی رو انتظار داره از یک خانمی ببینه که به اصطلاح در قالب فکری ما که هجاب رو میفهمیم بگیم خب قرآن اینجوری داره مطرح میکنه خارج از ممکنه پوشش باشه بله ببینید من همطور که از کردم اصلا فلسفه هجاب در قرآن من حالا تاریخ اسلام رو کاری ندارم اصل و اساس و نیت و مقصد و همه چی دفاع از خانواده است یعنی خانواده به عنوان کانون اولیه اولین واحد ای اجتماع این باید حمایت بشه لازم حمایت از این اینه که این مردی که حالا این خانواده رو تشکیل داده هوسرانی نخواد بکنه حالا امروز با این پنج سال ده سال گذشت این سنش رفت بالاتر یا چند تا مثلا فرزند آورد از اون هیکلش مثلا خارج شد حالا بخواد تو ادارش با منشیش یا دیگران یعنی این مرد متعهد باشه به اون همسرش حالا سی سالم چل سالم گذشته و اون زنم دلیل نداره که اگر حالا خانواده تشکیل شده بخواد با خود نمایی ها جلب توجه دیگران بکنه هر دوی ای اینا واحد خانواده رو سست میکنه یعنی اگر مرد دنبال موارد دیگه باشه تنوع طلبی بخواد بکنه قاعدتا توجهش عشق و علاقش به اون همسرش کم میشه اون همسر اگر بخواد این تمایلاتش رو جای دیگه ارضا بکنه خب اون تب... طبیعتا سست میشه به اون خانواده و دودش تو چشم اون فرزندان میره یعنی خانواده از هم میپاشه بالا رفتن آمار طلاق و این جدایی ها یکی از دلایلش این چراغ سبز دادن به خود هست برای اینکه از اون حریم آدم خودش رو خارج بکنه حالا میفرمای تو سال قبل این بود که خب اون ناامنی های گذشته وجود نداشته اگه در طول تاریخ ناامنی باعث می شده که مرد اعلام بکنه این همسر منه و اونم یک پوششی داشته باشه که مثل حلقه علامت تو جامعه است که این دیگه متعهده انگیج شده کسی دیگه مزاحمش نشه خب بله الان اون ناامنیان نیست یا لاقل در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیست یه زن میتونه تو خیابون تا هر جای هم بره کسی حق نداره مزاحمش بشه ولی باید دید آیا ناامنی فقط ناامنی های این چنین هست یا در واقع به تعبیر دینی مسئله شیطان هم وجود داره حالا ممکنه که کسانی دیدگاه دینی نداشته باشن بگن اینا حرف مفته اینا مثلا وهم خیالات شیطان یعنی چی ولی واقعیتش اینه که همه ما میدونیم ما تحت تاثیر دو نیروی مثبت و منفی هستیم دیگه دعوا که سر اسم نیستش که بذاریم اهریمن یا بذاریم شیطان یا حالا هر اسم دیگه ای تو هر فرهنگ و به صلاح زبان دیگه ای به حال انسان ها هم قابلیت کارهای مثبت و خیر دارن هم کارهای شر پس چون آدمای های خبیس و اصطلاح مزاحم نوامیس مردم تو همه جوامع وجود داره پس این خطر همباره هست هم گذشته بوده و هم حالا بوده پس ناامنی کماکان وجود داره پس ضرورته که ضرورته که بین زن و شوهر یه حریمی یعنی اینه که با هم ازدواج کردن هم تو کردن مثل حلقه یه چیزی باید وجود داشته باشه توصیه‌ای که قرآن میکنه اتفاقا برخلاف اونچه که تصور میکنیم راجع به موی سر نیومده نمیخوام بگم موی سر لازم نیست یا لازم هست من فکر میکنم چون تو عربستان همه داشتن پوشش سر ده. یعنی مردم داشتن الان هم دارن شما الان تو عربستان برید همه یه چیزی رو سرشونه یعنی آفتاب منطقه استوایی و اون هوای آلوده کثیف پرخاک ایجاب میکرده که همیشه هم پوشیده باشه به خصوص خانوما که موی سرشون امکان ورود مثلا گرد و خاک درش خب خیلی بیشتره اگه قرار باشه هر روز در معرض این باد و طوفان و گرد و خاک آدم قرار بگیره چون در زمان نزول قرآن چه مردها و چه زنها پوشش سر داشتن فقط بعضی یا بی و بارانه کنار می زدن خانم ها. در قرآن فقط این توصیه شده میگه این چه که گذاشتین رو سرتون به سرسینتون به گردنتون هم نزدیک کنین یعنی توصیه هستش که به اصطلاح اون قسمت های گریبان خودتون رو بپوشونین ولی الان خب عمدتا احساس چنین میشه که این موی سر مثل این که یه انرژی داره که او باید حتما پوشیده بشه یا در قرآن حتی پارو جلوتر میبره میگه که نگاه نکنید حتی یعنی نگاه توان با نیت ناپاک یه وقت که آدم همینطوری داره تو محیط کارش درسش دختر و پسر دارن با هم درس می‌خونن یا کار می‌کنن ولی نگاهی که بخواد در عمق وجود طرف نفوذ بکنه هم به زنا میگن نگاه نکنید نگاه معنادار هم به مردا یعنی این نیست که به مردا بگن چش چرونی نکنید به زنم میگن تو دلیل نداره شوهر داری دلیل نداره که هی بخوای نگاه بکنی مثلا حالا تو این جوامع امروز که دیگه خیلی چیزا که تلویزیون هم نشون میدن حتی نحوه راه رفتن میگه که جوری راه نرن که اون زینت هاشون رو بخوان نشون بدن پس میگه که ما توجه فقط میکنیم تو جامعه ما به چادر و به پوشش سر میگه دلیل نداره یه جوری راه بری که از اون صدایی که به کفشت میدی و نمیدونم حالت حرکت خودش یه چراغ سبز یه علامته همه جلب توجه میکنه اینکه خانواده داره شوهر داره چه دلیل داره که اینجوری داره حرکت میگه نوع خط مشش حرکتش یا میگه که سخن گفتن میگه چرا سخنتون رو نازک میکنین چرا حالت میدین قول نه قولن معروف و مطابق عرف سخن بگید یعنی همینطور که با دوست خودت خواهرت برادرت پدرت مادرت داری صحبت میکنی همون جوری صحبت کنید چرا تا به یه نفر دیگه میرسی سخنت عوض میکنی یا میگه سعی نکنید زیبایی هاتون رو نشان بدید البته ممکنه تو زمان ما دوره قرن بیس و یکم همه اینا دیگه بگونه دیگه داره بهش نگاه میشه من دارم از آویه یه مکتب دینی عرض میکنم خب تو دنیای امروز مسئله سکس یا زن در خدمت تبلیغات قرار گرفته کالاهایی که میخوان بفروشن هرچه زیباتر میخوان نشون بدن که جلب توجه بکنن یا دلیل پیشرفت و ترقی و رشد و اینها این میشه که دیگه آده حرفا رو بزنین کنار اینا دیگه مثلا دموده شده اینا قدیمیه ولی چون بحث شناخت یک به مکتب دینیه عرض من اینه که برای دین حرمت خانواده سلامت خانواده این اصل اساسی این یکه برای سلامت خانواده ایجاب میکنه که یه حریمی وجود داشته باشه نه مرد مجازه چشم چشترونی بکنه دنبال کسی بره به خواد کسی دیگر رو جلب بکنه نه زن مجازه حالا که شوهر کرده بچه داره هم مقامش این باشه که بگن آقا این خوشگل خوش لباست خوش, خوش تیپه، میگه اینا دیگه به ضرر خانواده تشکیل میشه برابر میگه تبرج نکنید تبرج برج نیست ستاره یعنی چشمکی که ستاره اول شب میزنه یعنی خودنمایی دیگه معنی نداره از زاویه دین که وارد میشیم در واقع هدف همینه غیر از این نیست اگر نه خدا که خودش زیبایی رو خلق کرده چرا باید بگه که بپوشونین اینا بده گناهه ضرورت و به صلاح مسلحت جوامع ایجاد میکنه حالا فرض کنیم این تعبیر شما باشه از حجاب که از قرآن گفتید یا ممکنه تعبیر دیگری افراد داشته باشه که نباستی روسری و چادر داشت بله حالا خانوما در قبال این خب چه وظیفه ای دارن اگر یه خانمی نخواست چون با اون تعبیر انجام بده با تعبیر شما و یا با تعبیرهای دیگر حالا هر کدومش که خواست فکر به معنی هجاب خب این قاعدتا جای تنبیه داره یا یا قران اشاره میکنه که فرض کنید اگر که شما به این صورت عمل کردید تنبیهی داره یا اگر واقعا داشته باشه اون مسئله آزادی خانم ها چی میشه مطرح میشه اینجا اه ببینید با الان تو جامعه ما خب اینجوریه دیگه مسئله بیهجابی که نیست تنبیهات برای بدهجابی میذارن خانم چرا چکمه پوشیدی مثلا چرا مثلا روسریت رفته کنار مثلا این قسمت جلو رو گذاشتی بیرون یعنی به بدهجابی گیر میدن و خب کیفرهایی هم وجود داره و برای خودشون هم قوانین و مقرراتی گذاشتن ببینید اون چه که در جمهوری اسلامی داره انجام میشه یا اون چه که در طول تاریخ اسلام در ایران انجام دادن یا در هر کشور اسلامی این الزامن معناشی نیست که این کار اسلامیه ببینید تاریخ یک دین رو شریعت و تاریخی ملت رو که نمیشه الزامن مساوی اون دین قرار داد برای یک مسلمون کاری اسلامی میتونه باشه که با اون کتاب اصلیش کتاب دینیش انتباق داشته باشه برای یک مسیحی همینطور با انجیل بشه انتباقش داد برای یک یهودی اگه به اینش اعتقاد داره با تورات در قرآن مطلقا مطلقاً تنبیه و کیفر بیهجابی بدهجابی وجود نداره مطلقا در سراسر قرآن وجود نداره کیفر مشروب وجود نداره کیفر قمار وجود نداره در قرآن چهار تا کیفر بیشتر نیست چهار تا از اول تا آخر قرآن هر کسی هم فکر میکنه غیر از اینه تلفن بکنن خبر بدن که آقا بله در یه جای قرآن کیفر دیگه است چهار تا بیشتر نیست که اون چهار تا مربوط به روابط ما انسان ها با همدیگه است در رابطه با خدا هیچ کیفر دنیایی وجود نداره کیفر دنیایی من دارم عرض میکنم گناه هست در رابطه با بنده و خالق خودش به ما چه مربوطه در آینده در آخرت قرآن چهار تا رو بیشتر نگفته یک سرقت شب تو خونه خوابیده دوز مالشو میبره دوم در واقع ناموسه یعنی اگر یک کسی تو خیابون تو پارک جلو چشم بقیه مرتکب کار فحشا شد حد اکثرش اینه که اگر چهار تا شاهدم بود حالا صد ضربه میگه تازیانه بش بزنین ولی اگه تو خونه این کار کرده باشه مخفی چهار تا شاهد باشه حتی سه تا شاهد باشه تو هم نمیشه بهش گفت حتی اصلا تنبیه نداره کیفر نداره پس یکی سرقت یکی در واقع ناموس یکی قصاص جانه یکی کسی یک کسی رو میکشه خب قصاصش میتونن بکنن البته گفته نکنید خیلی بهتره ولی این حقو دارند آخریش هم ناامنی ایجاد کردنه در واقع محاربه است که میگن هر چهار تا اینا روابط انسان ها با همه دفاع از مال من ناموس من جان من و امنیت من رفتی به خدا نداره یعنی رابطه انسان ها با هم است به غیر از این مطلقا در قرآن هیچ مجازات دنیایی برای هیچ چیز دیگه وجود نداره از جمله برای بیهجابی یا بدهجابی بدترین بدهجابی هم کیفری نداره چرا نداره؟ برای اینکه یه امر دو طرفه رابطه ارزه و تقاضاست مگه میشه فقط زنا رو تنبیه کرد که شما چرا اینطوری با لباس میایین یا این کار کردی به مرد کاری نداشته باش کاری نداشته باشه جامعه و از بوداست فکر میکنم از یکی از این بزرگان یه نفر این سال ازش مطرح میکنه میگه دست تو بده به من میگه خالده. میگه دست بزن یه دستش رو میگیر میگه دست بزن میگه خب با یه دست که نمیشه دست زد میگه ها پس این مسائل دو تا دست میخواد تا آدم دست بزنه هر فسادی هر فحشایی دو طرف است بنابراین نمیشه که به یه طرف ایراد گرفت اتفاقا جالبه که در قرآن که هیچ تنبیه و کیفری در دنیا نداره برای بیهجابی برعکس تنها موردی که تهدیده به مردانه یعنی تهدیده فقط اونم تعیین نکرده میگه پیامبر به این مزاحمین بگو به اینا که مرجفون فی المدینه تو شهر ایجاد ناامنی میکنن و اونا که فی قلوبه هم از اونا که مریض دلن مزاحم نوامیس مردم میشن اگه دستور ندارن از این مزاهمتاشون از شهر بیرونشون میکنیم ما این تیپ آدما رو میگه تو هر جامعه ای ترد میکنن دفع میکنن و حتی میکشنشون نمیگه یه هم چیزی باید باشه یعنی تنها تهدیدی که در قرآن در رابطه با به این بیهجابی ها هست تهدیدایی به مردان به یعنی و و این و اوباش و مزاحمین نوامیس مردم هست. وگه نه در مورد زنان تنبیهی وجود نداره طبیعتش هم خیلی روشن ارزه و تقاضا است اگه سطح فرهنگ مردم بالا رفته باشه واقعا یه جامعه باور داشته باشن به با این ارزش مزاحم هم نمیشن اگر شدن نشون میده که در واقع یه اشکالی وجود داره باید برن اون اشکال رو حل بکنن حالا تنبیه یه زنی که حالا شوهرم کرده بازم مثلا سراسری داره با دیگران تنبیهش چیه؟ تنبیهش خودشه شوهرش دل سرد میشه ممکن خانوادهش از هم بپاشن اون عشق و علاقه و محبت و دل ها کم میشه یعنی اینا نیازی نیست که حکومتی بخواد تنبیه بکنه یعنی هر نوع بی بند و باری در این روابط تنبیهشو خود مرد چشیده زن دیگه اون علاقه رو بهش نداره یا زن نتیجهش میشه. میچشه اینا نیازی نیست که حکومت بخواد دخالت بکنه در این مسائل یعنی به طور طبیعی دودش تو چشم خودشون خواهد رفت اینم میشه تنبیهش خیلی متکئ آقای بازرگان ببینیم از در کشورهای اسلامی دیدیم فرم‌های متفاوتی هستند که خانومها بله. به استرا به بخصوص اینها رو در مراسم خاص در عیدها خیلی قابل مشاهده است مثلا روز عید فتر که مثلا شما مشاهده می کنید در به خصوص در آمریکا که می بینید از ملیت های مختلف هستند خانم ها با لباس های متفاوتی میان <applause> و می ببینیم اینها که به اصطلاح کشورهای اسلامی میان خود اسلام آیا یه فرم خاصی و یه الگوی خاصی رو تعیین کرده یا این رو در اختیار خود جامعه قرار داده دقیقا من هیچ جا ندیدم که هیچ فرمی اسلام برای پوشش داشته باشه چون یه امر سیاله یه امر جاریه شما ببینید ممکنه که برای ادارات مثلا همینطور که در خیلی از کشورهای اروپایی هم هست یه درس وجود داره یه کودی وجود داره توی اداره ای خب با هر لباسی نمیتونه یه نفر بره یه چیز رسمیه بسیار از مهمانی ها مثلا باید یه لباس خب رسمی بپوشن در مراسم فرض کنید به خاک سپاری یا مراسم ازدواج یه کدی وجود داره دیگه ایجاب میکنه که یه لباس خاصی در مهمانی های شبانه مراسم ازاداری جشن نمیدونم حالا ادارات ملاقات هایی که هست میبینیم کراوت میزنن همینطوری مثلا با یه تیشرت کسی نمیره ممکنه در یه جامعه ای ایجاب بکنه اگر نمایندگان واقعی اون ملت که به طور آزاد انتخاب شده باشن نه از چارچوب شوراهای نگهبان و نمیدونم نظارت های استثوابی و غیره یه مقرراتی خود ملت بذاره یه کدایی برای لباس مشخص بکنه خب این خود ملته اگر نمایندگان واقعی باشن ولی دولت مطلقا حق نداره که وارد این امور بشه این امور سن ارتباطی به دولت نداره و بعد اینکه آیا شکل واحدی میتونه وجود داشته باشه ببینید اخه مسائل یه جور نیست هم زمان و هم, هم مکان عوض میشه شما الان توی قوم یه زنی حتی چادر سرش نکنه یا چادرش بره کنار همه به او خیره میشن مثل اینکه این چشم میخواد نفوذ بکنه زیر چادر رو ببینه حتی غیر از چادر یعنی کاملا هم تو قومم خیلی آدم کم میبینه تا با روسری کسی باشه لاقل در گذشته نبود حالا گمانم نمی کنم خیلی باشه در بعضی از شهرها نه میبینیم روسری هم که از پوشش تلقی میشه مانتو هم هست پوشش تلقی میشه در بسیاری از کشورهای فرض کنید غربی میبینیم که اصلا چون بیبند و باری هست در مثلا پیروان شریعت خودشون و کنار دریا طرف اصلا روسری هم سرش نباشه اصلا کسی بهش نگاه نمیکنه چون این برمیگرده به حد تحریک یعنی پس تو جامعه است قم مورد نظرمونه تهران مورد نظر ماست نمیدونم شیراز مورد نظرمونه صد سال پیش در دوران نمیدونم قاجار و قبل از اون مورد نظرمونه حالاست تو اروپاست تو امریکاست تو ساحل دریا آدم داره میره تو شهر تو محیط کاره ممکن اصلا یه جایی طرف اصلا وقتی که آرایش نکرده به موش هم حالت ندسته کسی نگاه نمیکنه بهش مهم اینی که اونچه قرآن میگه میگه تبرج نکنید تبرج یعنی خودنمایی به صلاح علامت نشون دادن خود رو در معرض یک نگاهی قرار دادن اینی که یه امر نمیشه گفت که یه کودی داره باید چادر مثلا پوشید یا روسری یا مانتو نه اینا با زمان و مکان میتونه شکل خودش رو بگیره این با. که قرآن هم تعیین نکرده برای که در اختیار انسان ها گذاشته عقل داده به انسان که با عقلش خودش یا عرف جامعه تعیین میکنه که این آیا بیهجابی این کار این خودنمایی داره میکنه یا نه با این نوع پوشش با این وضعی که داره میره خیلی معقوله با. خیلی در واقع مطلوبه و هیچ دلیلی برای اینکه این, این زن داره علامتی نشون میده نیست با. حالا یه چیزی که هست ما مشاهده میکنیم الان در کشور خودمون این به صلاح درسکو این فرمی رو که میگیم خیلی حالت اجباری داره حتی شما میبینید که در به در ادارات کسانی که تو ادارات کار میکنن و افرادی که مراجعین به ادارات هستن ملزم به یه نوع به صلاح فرم هایی هستن که ممکنه در مردم عادی که تو شهر هستن اونقدر لازمه نگه داشتن اون فرم رو نه یعنی یه تیفی شما میبینید در جامعه ما <applause> و میخوام ببینیم که چرا حکومت فعلی اینقدر اهمیت میده به این مسئله چرا اینقدر براش مهمه در صورتی که مسئله خیلی بالاتر از این هست که توجه بهش خیلی اهمیت بیشتری داره بخصوص خصوص اینکه قرآن به قول شما تعبیری که شما کردید تنبیهی هم براش قرار نداده ببینید باید بسیار فکر کرد که دین برای چیه دین برای چی آمد آیا دین آمده که یه قانون شریعت بذاره مراقب مردم باشه چپ برو راست برو اینجا رو این کار بکنی کیفرت میدم میزنمت اینجا به جایزه میدم یا اصل و اساس دین یا قرآن در واقع خلاصه ای بکنیم 80-90 درصد قرآن حول سه محوره یعنی یه مسلسه خداست آخرت و اخلاقه شناخت و آفریدگار یه رابطه عشق و محبتی با او برقرار کردن و بعد اینی که تو زندگی تو این دنیا تمام نمیشه یک ابدیتی داری عمل امروز سرنوشت آینده تو داره رقم میزنه یک سوم قرآن حدود 1500 تا آیه درباره آخرت آینده است سرنوشت بعدی انسانه بخششم هم مثلث به صدا رأس سوم راجب اخلاق هدایت نبوت تاریخ عدیان پیشه یه بخش کمیش آیات الاحکام میگن چهار درصد قرآن راجع به چیزی که الان شده 99 درصد به صلاح مذهب ما جمهوری اسلامی عمل کرده فقه یعنی روابط حقوقی یک دین چه باید کرده یعنی یه نظمی است که توی جامعه دین برقرار میشه دین که مساوی این نظم شما یه کارخونه وقتی که احداث اه میکنید هدفتون تولید یک محصولاتی ولی خب یه روابط اداری رو هم برپا میکنید که آمد و رفت و حقوق و جریان های پرسونلی کارخونه که تشکیل نمیشه برای این روابط پرسونلی روابط حقوقی کارخونه برای تولیده دینم برای تولیده تولید چی تولید انسان انسانهای های برتر انسان اخلاقی پیامبر میگه من مبعوض شدم برای اینکه اخلاق رو به نهایت برسونم بوستل اوتم من مکارم اخلاق. حالا یه عده ای چون تخصصشون اون جنبه های حقوقی دینه یعنی فقه با عینک فقه به دین نگاه میکنن فکر میکنن کل دین اینه که مردم چادر سرشون باشه حالا با خدا ارتباط داره نزول میخوره یا نمیخوره بد اخلاق بد قولی میکنه دروغ میگه به یتیم توجه اینا مهم نیست مهم اینه که ظاهر دین درست باشه فقه میگن در واقع ناظر بر مسائل فرعیه شرعی است بر مسائل فرعیه فقه ناظر به زواهر اموره فقاهت یا فقیهان میگن ما کاری نداریم در قلب این شخص چه میگذره یا نمازو با خدا چگونه میخونه معناشو میدونه یا نمیدونه با خالق خودش تو اینجوری نماز بخون اینطوری باشا دست تو اینطوری بگیر پاتو تو اینجوری بذار بزرگ رو به این شکل بگیر تیمم اینجوری بکن همش فرم هاست قالب هاست شکل هاست و چون دستگاه دینی ما آقایون روحانیون عمدتا نمیخوام بگم صد درصد، دیدشون به دین یه دید سطحی ظاهری دید قشری و دید به صلاح فقط این نمادهای دینی هست طبیعتا انا حاکمیت جمهوری اسلامی هم فکر میکنه که اگه مردم حجابم نداشته باشن خب پس این سال پیش میاد که پس چه حاصلی از جمهوری اسلامی شده اونا فکر نمیکنن اگر ما ظلم بکنیم اسلام صدمه خورده باید عدالت باشه ولی به هجاب توجه میکنن هجاب درسته یا نیست مبارزه با بیهجابی میکنن ولی مبارزه با ظلم انجام نمیشه با بیقانونی نمیشه بیمسئولیتی نمیشه راندخاری و سوء استفاده از امکانات دولتی نمیشه اینی که چون تمام هم و به صلاح حاکمان ما که خودشون پاسدار دین میدونن حفظ زواهر دینه بنابراین به هجاب بیش از همه چیز اهمیت میدن یک هزارمش رو به دروغ اهمیت نمیدن در حالی که اصلا زمین تا آسمون فرق داره به صلاح گناه دروغ یا خیانت در انبال مردم یا خیلی چیزهای دیگه و غیبت و امثال اینها خیلی متشکر شاید جای یک سال کوتاه داشته باشیم و جواب مختصر که این اسلامی قرآنی رو که در نظر میگیریم حتی سوال مشکلی ممکنه خیلی کوانتیفایش کمیتش رو نشه گفت اولویتش رو چجوری میبینه خب اسلام تاریخی میبینی در طول زمان متفاوت بوده الان در زمان فعلی خیلی اهمیت بهش میده اولویت بالایی داره نسبت به مسائل دیگری ولی این از دید قرآنی به چه صورت بوده؟ با توجه به تعبیری که شما بله. کردید دیگه ببینید این که قرآن مثلا چند درصد به این مسائل اهمیت داده و کی این مسائل رو مطرح کرده خیلی مهمه ارز کردم تعداد این احکام یعنی اصولا مسائل حقوقی دین یعنی نگاه از زاویه حقوقی به دین که فقه رو در واقع میپوشونه حدود 4 درصد قرآنه 96 درصد چیز دیگه است دوم زمان طرح این مسائله یعنی آیات مربوط به این که رعایت یه حریمی رو بکنید چشترونی نکنید خودنمایی نکنید سالهای 22 و 23 می حرفا زده شده یعنی 22 سال سخن از زیربنای این بنای دین دیوارش به شالودش هستش سقفش هست چراغش هست ارکاندیشنش هست سال آخر به این جزئیات مثلا وضو و هجاب و این حرفا پرداخته به عنوان نقاشی ساختمان یعنی در یک دیدگاه کلان به قرآن مسئله هجاب نمیخوام بگم اهمیت نداره ولی مسائل روبنایی دینه به تعبیر مولوی میگن نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زون نکوتر نمیشه به یه جوونی که هنوز آرمان و اعتقادش شک نگرفته باور نداره هی گفت که چرا چرونی میکنی چرا میری دنباله نمیدونم پارتی این ور اون میگه این دو تا عشقه وقتی که عشقهای ظاهر دنیایی دل او رو قبضه کرده تو چطور میتونی بهش بگی این کارو نکن مگر اینکه یک عشق قویتری در دل او به وجود آمده باشه طبیعتاً در قرآن اینو دیرتر مطرح کرده به عنوان مسائل روبنایی و تنبیه هم نداشته کیفر هم نداشته تهدیدی هم نکرده ولی میگه کسی که غیبت میکنه مثل اینکه گوشت مرده برادرش میخواد بخوره یعنی میخواد ترور شخصیتی بکنه میگه ویلون لکل همزت لمزه وای بر کسانی که از مردم عیبجویی میکنن شخصیت مردمو خورد میکنن میگه وای بر کسانی که اندیشه و عقیده خودشونو مثل ولایت فقیه به اسم خدا میذارن و ویلون للذین یکتبون الکتاب به هم با دست خودش نوشته سمه یقولون هادا من میگه اینا خداییه اینا دینه به اینا میگه وای سه بار گفته وای بر کسانی که اندیشه خودشونو به عنوان دین به مردم قالب میزنن میگه وای بر اونایی که یه حرفی رو میزنن عمل نمیکنن میگه به مؤمنین یه حرفی رو نزنید که عمل نمیکنید موجب شدیدترین خشم خداست که حرفی بزنید که عمل نمیکنید فراوون از اینا از تهمت های ناموسی به مردم زدن فرش دادن ولی میبینیم همه اینا نادیده گرفته میشه اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه فقط یک حفظ ظاهری هجابه که این اولویت ها رو در واقع زیر و رو کرده خیلی در خیلی متشکر آقای وقتمون به پایان رسیده تشکر میکنیم از نظرات شما که از یک دید تاریخی و بشری این بار مسئله هجاب و به حدودش رو نگاه کردیم امیدوار مورد توجه بینندگان عزیز قرار گرفته باشه از همه شما به خاطر وقتی که صرف کردید و این برنامه رو تماشا کردید تشکر میکنم آقای بازرگان خیلی متشکرم خواهش میکنم بنده مسافر خودم هم از شما هم از بینندگان تشکر و تقدیر میکنم خدا نگهدارش